یک کتابی به نام 25 سال در کنار پادشاه ایران چاپ شده است و منتشر شده است اینا ما هم تازه این خانم پیرنا از این آقا عنوان کتاب اینه و این کتاب جعلی است نمیدونم از, از آقای زاهدی نیست از این حرفا یه بخش کوتاهش رو ما خوندیم اینجا آقا عالم به صدا درآمد آقا چه شد و چه آقا چه خبره چی شد چیزی نبود آقا این مطلبی بود این آقای ز... زاهدی گفتی کتاب مال من نیست چیز مهمی نبود آقا جان اینقدر سر صدا برای چی هست آقای شجره هم هر جا میبینید آقا این فلانی هر که آقای رفیع هم آقای منصور رفیزاد هم یه کتاب نوشته اون بدتر از این نوشته اون که دیگه جعلی نیست ولی چون مهملات و لاتائلاته اصلا قابل توجه نیست ایشون زنده است در شو لریکن خیلی هم مرد خوبی آقای رفیق زاده من ایشونو دیدم چند بار که دو بارم صحبت کردم باشم با تلفن کتابی نوشته واقعا من تعجب می‌کنه خجالت هم می‌کشه که رفتم در اتاق چه دیدم در نیویورک و اینا حالا بمان گفتنی نیست از مطلب بسیار فرومایه است اونم یه مطلب فرومایه بود هر شبات که نوشته بودن حالا این داستانم براتون بگم که بعد از اینکه این این اینم یه دوست فاضلی برای ما فرستاده بود اینم یه آدم معمولی برای من نفرستاده بود نگاه کردم و اینم چون آقای اردشیر زاهدی در حرفاش فحش و فضیحت بسیار میده عرض کنم که بعض حرفاش شبیه حرفای زاهدی بود یعنی اگرم جل کرده باشن ماهرانه کردن چون آقا اردشیر زاهدی فوش فوش پشت فوش از دهنی صادر میشه آدم لوتی هم هست عرض کردم خدمتتون خیلی هم کمک میکرد دانشجوی کسی احتیاج چیزی داشت اونجا در شنیده بودم من اینکه کمک ها میکرد و اینها حالا بماند بالاخره ایشون خدمتکار دم و دستگاه بود پدرش هم خب سپهر زاهدی میشناسید و اینها حرفاش بگونید باری یه اینم بگم که یک کسی به ما زنگ زد جوانکی بود صداش به نظر می اومد که من فکر کردم که این نکنه این از کنم که تازه پسر شده خلاصش بگم خدمت شما صدای مردانه نبود اینها میخوام من با شما صحبت کنم گفتم حالا اینو دیگه به قول معروف چیکار بکنیم گفتیم بفرمایید اینم این, این مطلبی هم که گفتم بد نیست عرض کنم که داستان هموسکشوالیت هومو هوموسکشوال همو نیست هوموسکشوال هتروسکشوال بایسکشوال اینها معانیش رو فرنگی ها در آوردن آدماش اونا مشخص کردن هوموسکشوال در واقع کسی که گرایشش به هم جنس های خودش هست هتروسکشوال یعنی کسی که به سکس مخالف گرایش داره بایسکشوال یعنی در هر دو سو هست ترانسسکشوال یعنی کسی که مثلا دختر بوده میل پسرانه داره یا پسر بوده برعکسش جراحی ها میکنن این داستان داستان علمی است این کشورهای اسلامی و کشورهای سنتی و اینها این رو بر نمیتابن آزار و اذیت میکنن حقوقشون میخورن حکایتی است واقعا کما که آقای احمدی نژاد صفیح آمده در دانشگاه شیکاگو میگوید که ما در کشورمون هموسکسوال مرد حسابی این یک موضوع انسانی است ولی بدانیم که این هوموسکشوالی که اینها میگویند با اون داستانی که در ایران میگذشته و از روزگار محمود قزنوی و اینها داستان تفاوت داره اون محمود قزنوی رو نمیشه باید هوموسکشوال گفت یا ناصر شاه اینا ریپ پسران رو دوست داشتن بنابراین به اینا هوموسکشوال نمیشه اینا مجرمین میشه بشون اینا به اینا گفت در واقع که غلامان رو می در بازار سمرقند چنین و چنان چه بسا وزرایی رو که به خاطر داشتن غلام خوشروی و زیبا اینا از کار بیرون میکرد باری این آقا به ما زنگ زد گفتم خب این نوجوان هم خب بالاخره دلش نشکنه باید صحبت کنیم یک ساعت من با این آقا صحبت کردم نگو این از اون آدمای نالوتی بخورد هر رو از اون بچه پر رواز. بدون اجازه ما صدا ما رو ضبط کرده بعد رفته یک ساعت صحبت رو قیچی کرده چسب کرده اون چیزی که خواسته در گوشته به من میگوید که شما گفتید هویدا از خروس میترسه گفتم من اولا که ما از سال 1980 هزارها صحبت هزار سخنرانی نمیدونم 15 سال در رادیو کی یادشه کی چی گفته مگر اونهایی که با پرنسیپ فکری آدم در کاره اما از نوع عبارات میتونید تشخیص بدید حرف شما زدی یا نه خودم در باب هویدا چنین چیزی نگفتم چون هویدا خیلی کمتر از اون بود که با خروس بشه مقایسهش کرد چون خروس رو شما نمی‌شناسید این بچه خروس پدر خروس مظهر شجاعت و زیبایی و وظیفه است این خروس رو دست کم نگیرید این از مرغان چنان نگهداری میکنه که حیرت انگیز سر و سینه رو بالا گرفته مثل رادار کوچکترین چیزی در هوا میبینه چندین چند کد چند داره این خروس میفرسته مرغا فرار میکنن اینها جای برای تخ کردن ندارن اینو پیدا میکنه یه جای اینا برن تخ بکنن غذا رو اول میزنه اینا بخورن نوک میزنه یه صدایی در میاره و مرغا میان میخورن خودش گرسنه میسته تا اینکه مرغای غذا رو بخورن و بعد خودش چیزی باشه میخوره نمیره پیدا میکنه این بابا کمتر از این بود که من اون رو به خروز تشبیه کنم این مرد این وظیفهش نگهداری یعنی در واقع اجرای قانون اساسی بوده 13 سال خورده و خابیده و محمل گفته و نوکری و توسری خورده و مونی خیلی از خروز کمتره من این بچه نازنین رفته من در باب ارتشی ها در واقع اون سپه بودایی بالا که رفتن خودشون تسلیم کردم اینو گفتم این رو قیچی کرد اون رو کرد من گفتی شما گفتید شما نگفتید بعدا پخش کرده و که مثلا من نگفتم من نگفتن مثلا ما رو گرفتن دیگه در حین گفتن دروغ برو مرد خجالت بکش صدا رو عرض کنم ما اینو گزارش کردیم به چیز شما نمیتونی نگفته صدای کسی رو ضبط کنی زمینی که ما هیچ چیزی پنهانی نداریم اما با کلک و حقه عرض کنم که این کار هم غیر اخلاقی هم کاری جنایی در کالیفرنیا من از آقای عرض کنم که سعید کریمی خواهش میکنم این تکر رو جداگانه قطع کنن و بگذارن در یوتیوب جواب باشه برای این جواب اجامل هم شلوغ کردن دیدی آقا چه دروغگویی بود آقا دروغ اونه که کسی چیزی رو پنهان کنه و از تکرارش بترسه یا منافعی داشته باشه من این احمق رو 15 20 ساله دارم در باب این خیلی خف... خفتش میرم یعنی خفیف بود این مملکت ایران رو در واقع یکی از عناصری این کشور رو به کام اجدا انداخ همین مردک بود نخست وزیر که فخش خواهر مادر بخوره و نم لگت بخوره و اینها که نخست وزیر نبود که بخشه با خود زن کسی نبود که بشه با خروس مقایسش کرد کسی سخن رو پنهان میکنه که از تکرارش بترسه بچه باری اینم اینم گرفتاری ما گفتیم که کجا اون بذاریم حالا گوری خود تمرین کن بابا چیزی داستانی ایت من ژورنالیست هستم تو چه ژورنالیستی هستی کدوم مدرسه ژورنالیست رفتی ژورنالیسم رفتی ادویکیشن چیه داستان چی افتادی این طرف اون طرف خودت مسخره کرد باری اجازه بدید که این بیوگرافی آقای انریکو فرمی این فیزیکدان بزرگ یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن و یکی از بزرگترین بیزدانان تاریخ ایتالیایی شرح احوالش خدمتتون میگم چون هفته گذشته آخر برنامه یادم آمد و همچنین بعدا در باب آقای ارنست رنانسی که اندک صحبت میکنیم قطعی از کتاب رو میخوانم قول ارنست رنان در باب معجزات و بعد هم میپردازیم به دنبال مقالطات معرفی مقالطات تا چند دقیقه دیگه